هر وقت یادت میافتم اول اون خنده هات میاد جلو چشام، اون چشای شیطونت که وقتی اشتباه میکردی میرفتی پشت بابا قایم میشدی. الان هم این کارو میکنی؟ تو نامه قبلیت گفته بودی سریا خانم و فاطمه خانم سلام رسوندن. یادم اومد فاطمه خانم کدوم بود؟ همون که یه بچه مریض داشت. چه خبر از اونا؟ بچهش بهتر شد؟ از محمد آقا علی مردانی و عمه مهین چه خبر؟ از میگه فروش محله، از نونوای محله، از بقالیه؟ دلم شماها رو میخواد. دلم میخواد تو صف نونوایی واستم، تو محله چرخ بزنم، خرید کنم. حس میکنم همه دنیا تو اون محله خلاص شده. برای صف نامه هم بندازم. اینا رو ببین، اینا رو همه رو علی بنفذا این چند تا نامه فرستاده، هر دو روز یه دونه اومد. اینا سلام منو به همه برسون. بگو اسم هر کدومشون رو تو آسمون روی یه ستاره گذاشته. ستاره ماما، ستاره بابا، ستاره پریسا، ستاره امید، واسه هم کلاسیام، واسه مام رضا، مجید، اکرم خانوم، افسانه خانوم، آقا رضا، همه رو یادمه. شبا تو آسمون یه سلامی برای همه‌شون دارم. اما پرستو، تو دو تا ستاره داری. سبزی دارن، سبزی تازه میخواه بفرما. سبا کردنه نیست سبزی خوردنه، سبزی خوردن تازه میخواه بفرما. خیلی 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 سلام داداشی، خوبی؟ چرا ناراحتی داداشم؟ دلت از کسی گرفته که شکایتتو به دریا میگی؟ همه چی خوبه، از چی میترسی؟ چه خوبی؟ مامان خوبه مثل همیشه، بابا هم که مشغول، امیدم خوبه. اگه پیاز داخت کم اومده نه 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 کافیه باشی جان اینجا آرم ببین بله اینو بگی من بگم کیان یکی معصوم خانومه خب دست شما درد نکنه دست سید خانم خیلی دست درد نکنه خیلی خالی بجون دو تا دو تا یخ نکرده سه تا شو بده به معصوم خانم یکی شو بده حاجی امیر بله خوشحال معصوم خانم یکی مال پایان بجون دو تا یخ نکرده کنر جون بجون بگی ببینم اینو برای دست درد نکنه بجون آش ته نگیره پرستو ماما آش به همه برسه بفرمه هسته فرمه نزدیه قبول باشه خدا دلم واسه داد زدن های مامان تنگ شده اون موقع ترک دوچرخم میشستی دوست داشتم تون برم تا تو بترسی و ازم بخوای آروم برم اما یادت یه روز وقت صدا جیغت رو شنیدم پشت سرمو نگاه کردم دیدم رو زمین افتادی و داری گریه میکنی از ترس نمیدونستم باید چی کار کنم باز این تو بودی که بهم اعتماد میکردی و سوار دوچرخم میشدی آقا مقدم سلام سلام آفا بفرمون وقت داری آقا مقدم دو کلمه با من حرف بزنیم بله در خدمت شما بفرمایید یا الله دست شما درد نکنه دست شما درد نکنه بفرمایید آقا فخر میگم آقا مقدم خدا رحمت کنه حاج غفورو چقدر ازت تعریف میکرد از معرفتت از اخلاقت میگفت اومدم پشت کار داره آینده داره اون وقت چی شد آقا مقدم؟ انصافی که با دخترش این کارها رو بکنی؟ سلام هستیم، هر سوکی هستیم، سلام سلام با اون میخواییم به پریسو بریم روز مادر اینجا از این بغلیه رو سر میکریم برم آره برو سلام سلام ترسیدم
آقا علی پروسلی هاتون اینجا بود؟ هستش این طرف هم هست. سلام. یه ببین کدومه که از اون آقا هست؟ بفهم. خوب رفته با شما هم امیده میشناسیش؟ آره میشناسمش. تو این چند سال که مادرش فوت کرده روز مادر که میشه واسه مادرش غیرت میکنه. خوش خواهم بفهمه. خدا رحمت کنه. بفهم. ممنون. بفهم. 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 سلام میده باش. سلام خواهی شما چطوری؟ سلام چطوری شما؟ خوبی؟ مرسی. خدا رحمت کنه. خانواده خوبه؟ بله. علی چطوره؟ خوبه. هر بار نامی نویسه خیلی به شما سلام میرسه. خیلی سلام برسونی. چشم حتما. اونو بدی من ببرم. خواهش میکنم. خدا خودم دارم رو درسام کار میکنم، مخصوصا اختصاصی ها. بذار ببینم میتونم یه خانم وکیل خوب برای شما بشم. آقا داداشی عزیز سلام. سلام دختر. دست درد نکنه عزیز دلم. بکشیدیش کنار آروم بهش میگفتی؟ یعنی هر کی هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه و هیچکی چی نگه. نگه هیچکی چی نگه. اگه میگه درست بهش بگه، آروم بهش تذکر بده. نه مردم از من انتظار دارن. نه اینکه بشی سرشون داد بزنی، انتظار دارن، ولی اینکه آروم بهشون بگی. با داد و بیداد کردن که فقط آبرو مردم میبری. جناب آقای علی فخار با سلام، از مهر ماه شما می توانید خواهر خود را خانم دانشجوی رشته حقوق صدا کنید. پرستو مامانی بیا شام. مامان غذا سرد شده. آخه قربونت برم. به 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 دست درد نکنه گلم، قربونت برم. بله ماه ماه. علی هم صبح زنگ زد. صبح؟ آره صبح زنگ زد. چی گفت؟ تبریک گفت. جای بچه هم خالیه. کجا را؟ میادم میادش دیگه چیزی بیارم. این هم علی. اینجا آسمانش خیلی غریبه. ستاره ها دور ما حلقه میزنن. با اینکه آدم های اینجا خیلی خوبن، اما هیچ صورت و صدایی رو نمیتونی پیدا کنی که آشنا باشه. من اینجا به آسمان پناه میبرم. تلفنی با مامان حرف میزدم، انگار یه چیزیش بود و نمیگفت. خیلی ناراحت بود. چی شده خواهری؟ میدونم چی بهت گفته. مطمئنم گفته همش دروغ میگه، یا اگرم راست میگه همش رو نمیگه. نه من همش رو میگم، فقط توضیح نمیدم. میدونم که خیلی نباید تو عالم خودم سیر میکردم. فقط بهت بگم که چه افتضاحی شد. کار از تذکر و اینا گذشت. اونو که مشروط کردن، دست منم یه نامه دادن و بابا رو خواستن. میخواستم بمیرم اما نامه رو به بابا ندم. بالاخره بابا رو کشوندن دانشگاه. نمیدونی چه بغضی داشتم جلوی بابا که سر هیچ و پوچ این همه آبرو ریزی شد. کاش بودی. کارم شده عذرخواهی. همش شرمندگی و ندامت و توبه. فکر نکنم دیگه بتونم برم دانشگاه. اینجا تلخ شده علی. دیگه خاله بازی نیست. قانون محله. همه یه جوری نگات میکنن. باهات حرف میزنن. فراموشت میکنن. ممنون. خدا بس. خانم پرست. خانم پرست. ما
منتظر تماسیم هست. میدونم این چند وقت تو نامه هام اینقدر آه و ناله کردم که خسته شدی. انگار دارن تمام کارتهای صدافرین و بیستایی که تو بچگی بهم داده بودن و یکی یکی ازم پس میگیرن. دیگه کار خودم رو قطعی کردم، انصرافم دادم، تو خونم تصمیم گرفتم سکوت، نه راست نه دروغ، نه بالا نه پایین، هیچ کدوم، فقط سکوت. من دیگه به هیچ کس و در هیچ شرایطی جواب نمیدم. کجا؟ اومده بالا خوابیده. شاکران داداش بفرما، بفرمی. سلام. سلام. خدافظ. اینکه خیلی جوانیم اسپار که حرفامو خیلی خوب میفهمیم بچه اولم که به دنیا اومد من زنم یه خود از هم دور شدیم، ولی خب از طرف جفتمون بود، خیلی اذیتمون نمیکرد. ما عاشق این بود که به بچهش برسه. خب منم کیف میکردم یکی داره به بچه هم میرسه. دومی که به دنیا اومد یه به خودم اومدم، دیدم با لوازم خونه برای زنم چه فرقی نمیکنه. فکر نکن دارم حرفای تکراری میزنم، باور کن تو بیشتر گرفتاری من خبر داری تا زنم. خب من کارمه، دو سال این پرونده شما دست ماست. خیلی بده که بود و نبود آدم برای خانوادش
هیچ فرق نداشت. چند سال بیشتر نیست که ازدواج کردم، ولی تو خونه خودم مثل غریبه ها، مثل یه شی که شبا پیدا میشه. همه مادرها اینجوری هم دیگه نیستن، بیشتر حواسشون به بچه شونه. ببخشید. الو ویتا. مراقب باش، فقط به آدم آدم نزنی، حالا ماشین خدای سر خود خر خوبی هست، مراقب خودت باش. مرسی. عاشق رانندگی هم به خصوص شبا که پلوت نگران نباش. خیلی کیف دارم. خونه دوستان همینجا شدن. گلی خانم. خیلی خوش بازم. خواهش میکنم. من اون قدم که تو فکر میکنی بیکار نیستم. بعد از هزار دفعه تلفن کردن گوشی برمیداری یه علاقه قطع میکنی؟ من گوشی رو تو قطع میکنم بیتا. تو رفیق من، این حرفا چیه؟ انگار من تلفن رو برمی... تو حتی جواب این گو هم نمیدی. فکر کردی منم مثل اون جوجه سوسولای دورو برتم که ای تشنه ببری لب چشمه و برشون گردونی؟ بده من اونو، بده ببینه. بسته دیگه. چی شده؟ آی ببخشی. نکن. چیه؟ هیچی. چی میخواستی بشه؟ دقیق دلیه تو رو میاد سر من خالی میکنه. فکر نکنی عاشقت شده. نه گفتی بهش، سر لج افتاده. فکر نکنی خیلی زرنگی، آخرش میشی من. چطه مگه تو به این خوشگلی، به این ماهی؟ بچه تو مگه نمیخواد؟ میگیرم ازش بچه. حسرت یه نگاش مون به دلم، ازم گرفتش مردی که نگرم داره اینجا، هی بهش التماس کنم ذلیلش باشم. بچه تم ازت نمیگرف اینجا میموندی. دوستش داری بیتا؟ خفش کن. مزخرف نمیگم. پریسا برگرد. مگه من با تو نیستم؟ الو کجایی بیتا؟
اله الا الله. خودت نمیدونی کجا گذاشتیش ها؟ نسخش کجاست؟ یادم رفت. قیمت شیرانی هستی؟ پس از اون تازه کارش هستی؟ ولی خب حساب کتاب هر چیزم اول روشن باشه بهتره. چند؟ ببخشید من میخوام برم داروخانه شبانه روزی، بعد این نسخه رو بگیرم. دو تا چهار رو بالاتر. کافیه؟ نکنه فراری مراری هستی؟ فراری از چی؟ پس از اون فلسفه بافاش هستی. بابا تا هر چیزی باید کلی سوال و جواب فلسفی بپرسه. بزن که نشده چی گفتم. میخوام برم داروخانه. فکرم آدمی سواره ماشین شده. بزن که باشه. آره همه اول میگه. همه تونو میشتستم. همه تونو میشتستم. چند داستان تکراریه دیگه. لابد با خانوادت مشکل داری. مثلا بابات یا داداش در سر رو بهت تنگ کردن، آزادی تو محدود کردن، تو هم قید همه چی رو میزنی یه شبه میخوای آدم خودت بشی. یا نه در سر بهت نارو زده، بعد دست آخر با یه دختر دیگه رو هم ریختره. تو هم تصمیم گرفتی اینجوری ازش انتقام بگیری. گفتم بزن کنار. چون من درست نمیگم جان من. ها فلسفه بافاش اینجوریه. چیه بابا؟ تو هم از اون هستی که زن رو به زور براشون گرفتن چون فامیل مادره بوده، ولی خودشون عاشق دختر همسایه بودن، حالا ما زنشون چندششون میشه. چرا از اونه هستی که زنشون دوستشون نداری؟ میدونی که مرده که به زنشون خیانت میکنن زنشون ازشون متنفرن. زن نداره نه؟ بی خود ادا در تیره زدن به جای حساس. باز کن این در رو. مرشل صحبت شدی؟ مامان پرستوه، بذار باز کنم. گناه داره؟ دوستمه. نه مادر، این دیگه دوستت نیست، گناهی هم نداره. چی شده؟ نمیخواین راستشو بگیم؟ داریم راست میگیم، با هم بودیم که موتوری زد بهش در رفت. بهتری؟
بوی بیمارستان دلم به هم میزنه. برو خونه. من خوب میرم تو حیاط یه هوایی بخورم. پیشتا قربونت برم. کاری داشتی؟ درد داری؟ ایشان رو ببوسی؟ سلام علیه. علی اومد. فقط دعا کن بلای سرش نیامده باشه. تو رو خدا مگه بهتر نشده؟ الان نمیشه چیزی گفت. باید صبر کنیم تا جواب رادیولوژیش بیاد. اسمش چیه؟ نسرین. بده من بخوابونمش. نسرین من بخوام. تازه آرام بخش گرفته، خوابش عمیقه. اصلا بچه اینجوری شده؟ چرا؟ چی شده؟ خانمی که همراهش بود گفت یه موتوری بهش زده. کدوم خانم؟ نمیدونم، یه خانم قد بلند بود، فکر کنم الان توی محوطه است. چیزی نیست، میتونیم ببرینش، فقط بیدارش کنید. بعدم قبل از اینکه دکترش بره برین ترخیصیشو بگیرید. اینم عکساشه. خوشبختانه سرش ضربه‌ای ندیده، فقط کمرش یه خورده آسیب دیده، اونم باید مراقب باشه. دیگه اینکه هیچ، زخماش هم زود خوب میشه. اینم عکساش. فقط ترسیده.
آره پرستو خواهر جون اینجا چیکار میکنی؟ اتاقات دنبالت میگشتم با ماهی قرمه سبزی درست کردم ناخدا چیز کرد زد به سرش عین عینا که یعنی اموکر تحصیله بعد گفتش این بابا رو بجوری به همه دریا گرفته آخه اونجا هر طرف تو نگاه کنی آبه مزدوت هم یه سر ماهیه اینقدر دریا میبینی حالت بد میشه اصطلاح اینه که میگن یه رو به همه دریا گرفته نه سیزه خالت نکنی که آشپزی خوش شده بگه یه چیزی خوشپزی رو بدم انگی نمک نریختم آخه چیزه بابا جون ماما ارسطو دیشب رفته بود نسخت رو بگیره ها دروغ نگفته بوده الهی قربونت برم میخوام برات مهمونی بگیرم موتوری بهش زده بوده جمعه خوبه؟ اون خرابه تو اتاقشه بفرم مزاحم شده اختیار داریم خدا رو شکر تو این محله هنوز دو نفر با هم دوستن آره دوستیم ولی هیچ کس جای شما رو برای پرستو پر نمی کنه خوشحالم برگشتم متشکرم پریسا خانم حالش خوب نیست دروا نکردی رو چی شده؟ هیچ علی رو دیدی؟ خیلی خوب برو من میدونستم علی اومده اومدم تو رو ببینم مامانم میگه پشت سرت خیلی حرف میزنم پرستو چه حرفی؟ چه میدونم نگه ما با هم بزرگ نشده چرا؟ چه اینجوری شد؟ مامانم میگه پرستو خیلی عوض شده یعنی چی؟ رفتارات دانشگاه نرفتنه کار کردنت لباس پوشیدنت شبا نصف شبا ماشینا ماشینه قشنگ مدل بالا هر شب با یه ماشین خندیدنات خندیدن ها؟ از
مثل دیگه تو ها. چه اوزه گویه. یه بوس به من بده. مرسی. بفرمایی. سلام علیکم. چه دارم؟ خوبم. دارم چش دارم. بابا تو امروز بخاطرتون. الو یار. سلام. ذکر خیر شما بود. بله. هر روز نهار مغازه است، امروز به خاطر پسر اومده. یالا. خوش به حال ما. بله. آقا باش خوابت. دست خیلی بیار. میکشم مادر. دست شما درد نکنه. بگو من. میدونی خورش امروز به سرت درست کرده؟ دست معلم. الهی قربونت بره مادر. یا البته اینا دو سه تا سبزی دیگه هست. اگه حالا بیان اونجا من خودمونو براتون درست میکنم، سبزیش اینجا پیدا نمیشه. بده مادر بشقابت برات بکشم. شما اونو بده. بس مادر کم بیاد. بس. بده. بفرمایید. ماما. ماما. میخوام حرف بزنم باهات. دارم خفه میشم. نمیری خیر. سرم شلوغه. برگرد بالا. نه. الان همینجا. چه حرفی؟ اینم از کار زندگی. خیلی خوب. حرفتو بزن. حرفتو بزن. بشین. تو چرا اصلا با من حرف نمیزنی؟ چته تو؟ چه لذت میبری من صبح تا شب اینجا اشک بریزم هی به دلت تماس کنم تا بگی بچه‌م کجاست؟ مثل اینکه تو هم یادت رفته یه قول و قرارایی داشتی ها؟ نه یادم نرفته، هر کاری کردم نشد، دیگه هم نمیشه، نمیخوام هم بشه. منو به این حال روز انداختی بس نیست رفتی سراغ اون؟ چرا دست از سرش بر نمیداری؟ ببین پرستو مثل من خر و ساده نیست، از تو هم بدش میاد حقیقت خفتشو بکشی. باش تا ببینی چجوری به دست و پا میافته. نمیذارم یه علف بچه بازیم بده. میدونی که تو اصلا یادت رفته اون روزای اولو یه زن تنها و بدبخت آقای مقدم آورده بهش جا داده، پناه داده، آبودون پاشیده جلوش.
مگه غیر این بود؟ تو اصلا میفهمی دوست داشتن یعنی چی؟ نه واقعا میفهمی؟ فکر کردی به خاطر تنهایی بدبختی بود پاشدم اومدم پیش تو؟ من دوستت داشتم مردی که اولاق. الان بچه‌م 2 سالشه. بچه‌مو ببین دوستش دارم. میدونی که داداشش برگشته؟ میدونی هم که جونشون واسه هم در میره؟ پس دیگه خوابشو ببینی. چطوری بیت بیت؟ رود زیاد شده فالگوش وای میسی. بهش بگم چوب تو آستینت میکنه که نه علاق نیست. باستا تو جیبش برمیشتی؟ چرا؟ اینا کادو آزومش بده بیا. بابا بجوری تو خجالت بگیست. خیلی خوشگله. خوب شد سر کار نرفتم وگرنه با این دست و دلبازی به بادش میدادی. مرسی. تو کی این قبوزو شدی بچه؟ ها؟ ببینم چیزی میری این کارت که به هم گفته بودی پیش این وکیلی راضی از محلش و همه چیش و اینا؟ خیلی خیلی از دانشگاه بهتر. فضاش اینا دوست داری؟ رئیسم خیلی ماهر اینجا. بچه گی اونو میده. خب حالا اینو بکن. مردونه است اینکه دوست داری ورش دار. صبح بلند میشم میرم دادگاه های مختلف شو با های مختلف کلان تری داد سرا نمیدونم دادخواست ثبت کنی توی دادگاه وقت از منشیا بگیری پول زیر میزی باید بدی همشه پول باید همراه باشه بعد بخونم با یه لبخندی خوش رفتاری چیزی سرت قضیه هم میاد. آره دیگه مثلا یه وقتی جا به جا کنی یه کار اینجوری بکنی شبه هم که مثلا تا وقت طول بکشه دفترم جای ماما خالی هی هرس بخوره هی آه بکشه. نگاهشون نکن دخترای بدی هست. کشی ها من خوبم. نه نقلی شده خیلی خواهد. شیره تو چلمن شده یه میفتی تو آب و یه زمین میخوری ها؟ ویلچر بیارم اینا که نه این تو بیارم. نخواستم حواسم پرت کنید. تعریف کنید چیزی. تو دریا که هستی
هر دو سه روز یه بار یه ساحل لنگر میندازی، مثلا ساحل های مختلف، مردم های مختلف، مثلا یه ساحل پر مرجان، یه ساحل دیگه پر صد صد. آزو سری نه اینجوری کاش اگه برمگشتی منم با خودت میبردی. مردم هست خوشکله ها، خیلی قشنگه، داره فریبنده و جذاب و طلوعش، غروبش، صداش، رنگش، ولی مخوفه. اولش که نمیشناسی مثلا فکر میکنه چی، ولی بعدی تو خیلی ترسناک میشه وقتی میشناسیش. اون کابوس که همیشه منو اذیت میکنه، آزارم میده، این غرق شدن توی دریاست. جسدت توش باز میکنه، تو رو میبلعه، روح تو میک میزنه و جسدت رو پس میده تو ساحل. من از غرق شدن با این شکلی برای همه میترسم، بیشتر از هر کسی. مثلا تو وحشتناکه، اصلا دلم نمیخواد غرق شی. خب تا خطر غرق شدن رو نکنی که آبو چجوری حس کنی؟ تو منظور منو میفهمی؟ یعنی تمام چه ساخت و سازی هم شده توی محله، استارم دارن اینقدر زشت. آمدم کمک. نه بابا کاری ندارم که، آمدم چراغ مغازه روشن باشه. اکسید بچه ای اونو چرا جمع کردیم؟ خوب بودن این که میدونی چیه بابا؟ مامان همیشه میگفت بابا دختریه، قند تو دلش واسه پرستو آب میشه. جالب اینجاست که پرستو همیشه فکر میکرد مامان دوستش نداره، نه که دوستش نداره، یعنی فکر میکرد مامان بیشتر منو دوست داره. خب اشتباه میکرد. من چی؟ من که تمام وجود و عمرم پرستو بود. خب هممون دوستش داریم، دارو نداره هممونه، ولی خیلی بهش سخت نگیریم. خوش یادم میده. سلام آقا، سفارش میگیری؟ نه همین هایی که داریم، اگه به کارتون میخوره برداری. از این بافته جدید با چوب ظریف نداریم؟ پرده حسیری که نباید خوشگل باشه، میزنی پشت پنجرهت که کسی نبینه تو خونت چه خبره، نباید که خودش جلب توجه کنه، آدم ها رو بکشه پشت پنجرهت. نه آقا من از این جدیدا میخوام. نداریم. دست درد نکنه مادر، زحمت افتادی. حالا هر چقدر دوست داری آب بریز. حداقل به دستاتون رحم کنین. هرچی میشورم بوی گندش نمیره. شما کم واسه من مادری نکردین، واسه خودتون میگم. آخه چه اصراریه با دست میشورین؟ تو خود منو با مادرت قیاس نکن. کاش منم یه خورده جنم اونو داشتم. زن بیچاره شوهر مرده، نمیدونی چقدر بعضی از این مردم اذیتش کردم، فقط به خاطر اینکه میخواست بچهشو تنها به نیش بکشه. اون بو داره خفم میکنه. بویی نمیاد. میاد، خودت هم خوب میدونی که بو میاد. برای همینه هیچ کس اینجا نمیاد، برای همینه که تو کم پر سر میزنی، برای همینه که از مغازه مقدمان رفتی. وقتی مادرت مرد
به مقدم گفتم امید پسر خودمه، اونم گفت به خاطر رضای خدا باشه. یادت امید همینجا گوشه حیات میشستی، نقاشی میکشیدی، مشقاتو مینوشتی، بزرگتر که شدی فقط برای خواب میمیدی خونه. به مقدم گفتم براش مداد رنگی بخر باها دوست میشه، ولی دوست نشدی. حتی بعدنم که رفتی تو مغازش براش کار کردی بازم باهاش دوست نشدی. الان میفهمم چرا از بچه که دوستش نداشتی. شما مراقب خودتون باشین، هر کاری هم داشتین به من بگی. امید دستگاه خراتی تو نمیبری؟ فعلا لازمش ندارم، میخوام مغازه رو بفروشم. اونجا چیزی نداری؟ نه. سه چهار ماه پیش می‌خواستم صد دی نامه بنویسم. سه چهار ماه پیش تو تازه بعد 6 سال می‌خواستی برای من نامه بنویسی؟ حالا چی می‌خواستی بنویسی؟ هیچی، بگو. الان شما مثلا یه چیزی می‌خوای بگی و نمی‌گی. باشه. در همسایه چه خبر؟ نه دیگه هیچکی با هیچکی نیست. نمی‌دونم چرا بعضیا کارشون شده سرک کشیدن تو زندگی هم دیگه و تا دلشون میخواد پشت سرم حرف بزنن، تهمت بزنن. برم صحباتی تو بردارم بیارم. این کفشت ای کارگر بی آینده. آبا نونواره مون کردی با اختیار داری، به ما نمیا اختیار داری. این شلوارت ای بدبخت بی بیمه خدا عمرت بده. اینم تیشرت اصلت. ببینم تو اینا رو خریدی؟ هر حالیه. بله گرونم خریدم. برو بکنم که ریخته میشی. اوه 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 چه خبره. تو فکر کردی هنوز 10 سالته که راه به راه میری خونه من، آتیش بپا میکنی، قفل فلک باز میکنی؟ اون موقع یه جور دیگه حرف میزدی، الان یه جور دیگه حرف میزنی. یادت رفته؟ خواهش و احترام و گریه و زاری چی شد؟ همین جا بود که ازم یه قول گرفتی، یه راست پیشم داری. سختمه ولی نگرش داشتم. هر شب هم دارم کابوسشو میبینم. اهل کار زندگی که نیستی، هی بخواب ای کابوس ببین. خسته نباشی. ممنون. اظهارات شهودو برام بخون. میگم وکیله برای که روی کارت من دیدم اسم وکیله رو، از این کارت بیزنس ها با دست تو اتاقش.
خبری علی آقا؟ شما که بهتر میدونی تو خونه ما چه خبره. بله. ببخشید فرشته خانم. میرم دیگه وقت میخوام. سلام علی آقا، شما این؟ شما از پرستو خبری چیزی ندارین؟ نگران نباشین، چیزی نیست. احتمالاً یکم کارش طول کشیده. علی آقا. علی آقا. اینجا چی کار میکنی؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ اومدم خونه دیدم نیستی، اومدم دنبالت. خونه بودم نیومدید، زدم بیرون. چیه داداش؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ نه جوری نگاه میکنم. چی شد؟ پام درد کن. کفشت هم ناجوره. خب من طاقت گریه تا ندارم. اونو خوش خیرتیه، خوش جونت، خوب به ساختا برموازوی به هم زدی دیگرم بزن از جگرت هم نما تعارف بزن. باشه بابا شهلاست، تو که انقدر دل نازکی آبجو تو جمع جور کن که محله رو به گند کشیده.
نمیدونم چی شد. بریم بعدم بهت. حالا اول بگو چی گفت. بعد که تازه به دارم رسیده عوضی. نمیتونم ببخش بیتا، بهت قول داده بودم ولی توند میره. بهش کن پرستو جون، دیگه نمیخوام بهش انام بدی. ولی هیچ غلطی نمیتونه بکنه بیتا. هر غلطی میخواست کرده دارم ادامه میده. این روزا هم با من اینجوری میکنه که ناز منیر رو بخره. منیرم که همش به شور بسا، به شور بسا. به خدا دلم واسه اینم میسوزه. چرا نمیذاری من با این وکیلمون حرف بزنم؟ صد بارم بهت گفتم بذار. صد بار گفتی، صد بار گفتم نه، نه پلیس نه قانون. ای قرار بچه‌ام بگیرم، خودم میخوام بگیرم. نبودی ببینی خیلی رزله. دیگه نمیشه یه سوالی از امید بکنی؟ چرا امید؟ چه میدونم آتیشون بود یه وقتی بچه مثبت خوشحالی. علی من از تو هیچ فاجعه‌ای درست نکرد. اصلا کی دیده که اون چی کار کرد؟ بیده بایی دست کنید مردی که من گیر افتادم. باش حرف بزن. نمیخوام. باید باش حرف بزن. نمیخوام. یادت رفته یه روز تو پرستو از خواب بیدار شد دید داداشش نیست؟ واسه چی ولش کردی؟ چه ولش کردی؟ چه ولش کردی؟ بردی ولش کردی؟ من گیر افتادم، من گرفتار شدم. گیر کردم بین سه نفر که عاشقشونم، اون از پرستو، اون از بابا، اون از مادرم. اصلا تو آلیت نیست، تو نمیفهمی من گرفتار شدم. من گرفتار شدم. علی هیچ سوال گنده ای تو زندگی پرستو نیست که تو دنبالش میگردی. یارب بلولم این یارب بلولم یارب بلولم این یارب بلولم یارب بلولم این یارب بلولم
استحضار میرساند سرکار خانم پرستو فخار، فرزند محمد علی فخار، به دلیل داشتن فساد اخلاقی برای جوانان محله مشکل ساز شده و جماعتی را به زوال کشانده است. لذا ما اهالی میدان محله جدا تقاضای نقل مکان این دارین امضا جمع میکنین؟ منم اومدم امضا کنم. برو کنار. شدم از این سر بالایی. بابا دارین تعطیل میکنین؟ اگه همون شبی که بودی یا دیدی دیر اومد قلم پاش شکسته بودی کار به اینجا نمیکشید. یه شب قبل از این که بیای میخواستم بکشمش. مادرت هم حرفی نداشت. به خاطر حرف مردم؟ حرف مردم چیه؟ باشه شما چرا؟ خودم فقط 24 ساعت به من فرصت بدین حلش میکنم. خب بابا؟ خب؟ علی دیر اومدی، همین روز است که نهشش تو خیابون پیداش. سلام. 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 من حاضرم.
مغازه رو بستم. بایی که هم حرف زدم بیاد روش قیمت بذاره، هر چقدر بگن میدم. ما که الان کلی با هم دیگه حرف زدیم، من به تو گفتم دو روز به من فرصت بدین حلش، یک روز. عزیزم من خستم، بابات از من خسته تر، تازه میخواست خونه رو بفروشه، من نذاشتم. تو آروم باش مادر. نمیخوام آروم باشم. ما الان خودمون کلی با بابا تو را حرف زدیم، ساکتو جمع کردی. گفتم درستش میکنم. اصلا من کاش نمیده بودم. برو رو تو اتاقت، تا نگفتم نیا پایین. برو دیگه، برو تو اتاقت. میتونم یه لیوان آب بردارم؟ بچه بودیم یه بازی میکردیم، الان دیگه بازی نیست. خفشو یادم بازیتون. از هر کس سوال بشه میره زیرا، میتونه اوقت بمونه. گفتم یادم. از خودم شروع میکنم. پرستو سار؟ آره سار. آره. دوست داشتی پدر نداشتی؟ نه. سار؟ نه علی، واسه چی هر شب دیر میای خونه؟ بعضی شبا کارم تا دیر وقت اون میکشه. دیر وقت یعنی چی؟ دو تا سوال شد علی. جواب کامل داد؟ تو خود سوال داری؟ آره از تو سوال دارم. خواهر چی؟ دوست داشتی خواهر نداشتی؟ نه. من کنار. میتونستی شروع نکنی. ادامه میدیم. سوال داری؟ بعد از کارت یه سره میای خونه؟ نه خیلی وقتا نمیام. چرا بیام؟ خیلی خوش میگذره تو اون خونه؟
سوال دارم. چرا رفتی؟ واسه پول؟ تو هم فرار کردی از اینجا، فقط تو پسری میتونی. سوال دارم پرستو، داری بازی رو خراب میکنی. سوال دارم، خب اصلا از خودت سوال دارم. پرستو رو دوست داری؟ من همه تون رو دوست دارم. پرستو؟ پرستو رو هم آره. سوال دارم پرستو، اون شب بابیتا کجا بودی؟ رفتم نسخه مامان رو بگیرم، ارتو زدم یارو خیلی عوضی بود، فهمید بهش را نمیدم، کتکم زد وارد انداخت توی کوچه، کیف هم جامون تو ماشینش، رفتم در خونه پریسا رام ندادن، رفتم پیش بیتا، من آورد بیمارستا. بعدشم که تو اومدی، امید سوال دارم. بچه بیتا چی میخوای بدونی؟ کجاست؟ مرده. یه سوال. از امید نمیشه بی نوبت سوال کرد؟ آره ولی اول من. هنوزم پرستو رو دوست داری؟ جواب بده. گفتم که آره، صد بارم بگی میگم آره. چیو میخوای بگی؟ ها؟ آره. دست از من بردار دیگه. آره. سوال این بیتا کیه؟ از کجا باشه آشنا شدی؟ بیتا زن صیغه‌ای مقدمه، یه بچه ازش داره، داشت که بهش نمیداد. اول هی به من میگفت دوستت دارم، عاشقتم. به بیتا پیغام داده بود که اگه پرستو با من را بیاد بچه تو بهت میدم. من به خاطر بیتا یه ذره باش را اومدم. بعد که ایدم خیلی تمامی رو پاهم کشیدم کنار، همین دو سه روز پیش. همین مقدم؟ بچه ای تو کار نبود، مرده به دنیا اومد، تقصیر خود بیتام بوده. مقدم نمیخواست که بفهمه، ازم خواست که خاکش کنم، منم تو خونه خودش تو حیات خودش خاکش کرد. چرا بهش نگفتی؟ وقتی یکی چند سال خرجتو داده، منتش داره خفت میکنه، وقتی یه بار ازت میخواد یه کاری واسهش انجام بدی به کسی نگی. اصلا بچه بیتا به تو چه ربطی داره؟ دوستمه، مادره. بیتا هیچ وقت مسئله من نبود. پرستو یه سوال دارم. جونم داداش بگو. نیسکای طلا، چک پولا، گوشی موبایل، سند خونه تو کشوی تو چیکار میکنه؟ اینا چی هم؟ از کجا هم؟ نمیگی نه؟
اول مقدم داده به هیچ کنون دست نزدم به گردش دادم از بچه بیتا. من هیچ وقت دختر بدی نبودم داداش. بازی بعدی بود. مگه همون اول از خودم میپرسید؟ راستشو نمیگفتم. باید قبلتر بهش میگفتی. نامردیه. میگی بچم همینجاست. بچم همینجاست. سلام. سلام. همه چی خوب؟ سلام مرسی.
پرستو مامان بارو بهشون خوش آمد بکن بارو مامان. اسم تو رو گذاشتیم پرستو، من در به در شدم. پرستو کارش پریدن دیگه نه؟ غروبا وسط پرنده هایی که میرن بخوابن، من دارم دنبال یه پرستو میگردم. پرستو این دنیا واسه من ساخته نشده. من خیلی کوچیکم. دیگه هیچ توقعی ندارم. دیگه همه چی رو با هم نمیخوام. امید پاشو، خواهش میکنم پاشو. سلام منو به همه برسون، بگو اسم هر کدومشون رو تو آسمون روی یه ستاره گذاشتم. ستاره مامان، ستاره بابا، ستاره پریسا، ستاره امید، واسه هم کلاسیان، واسه ممه رضا، مجید، اکرم خانوم، افسانه خانوم، آقا رضا، همه رو یادمه. شبا تو آسمون یه سلامی برا همه شون دارم. اما پرستو، تو دوتا ستاره داری. مراقب خودت باشی.